با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم حضور یکایک شما هموطنان عزیز، شب شما بخیر باشه. بینندگان گرامی شبکه خبر، آرزو میکنم انشاءالله در کمال صحت و سلامتی و تندرستی بیننده ما باشید. افتخار داریم که امشب هم با برنامه دیگر از سری برنامه های تیتر امشب به اتفاق تمامی همکارانم در خدمت شما عزیزان باشیم. 26 آبان بود که کلیات نقشه راه غیر تورمی دولت منتشر شد. برنامه جزئیات رو منتشر نکرده بود تا اینکه در 22 آذر ماه معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ضمن تبیین وظایف هر کدوم از این دستگاه‌ها اعلام کرد که در مدت یک ماه باید برنامه عملیاتی خودشون رو ارائه بکنن. قصد داریم در همین زمینه صحبت بکنیم، مورد بحث و بررسی قرار بدیم نقشه راه غیر تورمی دولت رو، و دعوت کردیم از جناب آقای سوپانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که مهمان ما هستند، جناب آقای سعدوندی به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی مهمان ما هستن و دوست دیگری هم به صورت اینترنتی همراه ما خواهند بود. آقای سعدوندی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز و جناب آقای دکتر سوپانیان. خیلی ممنونم. آقای سوپانیان خوش آمدید. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز، آقای دکتر سعدوندی عزیز و در خدمت شما هست. زنده باشید. آقای سوپانیان با شما بحث رو شروع کنیم. خب تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین، دو مشکل عمده اقتصادی کشورمونه. کارشناسان ریشه این مشکلات رو ناسازگاری درونی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبل میدونن. دولت 13 چطور میخواد از نظر متغیرهای کلان اقتصادی کشور رو مدیریت کنه که هم رشد اقتصادی محقق بشه هم تورم وجود نداشته باشه؟ همینطوری که حالا به درستی اشاره فرمودید، خب رشد پایین اقتصادی در کشور به ویژه طی دهه گذشته و تورم های بسیار بالا و بی سابقه دو تا معضل اساسی اقتصادی کشور ما هست، و اگر ما نتوانیم برنامه سازگار و منسجمی برای پیگیری این دو تا معضل داشته باشیم، عملا اقتصاد ما راه به جایی نخواهد بود. خود شناسای این دو تا مسئله به نظر خانم شریف مقدم خودش موضوعیت داره. یعنی من گمان میکنم که اگر این مسئله فهم نشود که ما با تورم های بالا نمیتوانیم به رشد اقتصادی برسیم، عملا ما رو در واقع ما رو به سرمنزل مقصود نمیرساند. کما اینکه ما شاهد این هستیم که برخی برای اهداف مقدس و اهداف مناسبی که فکر میکنن لازم است پیگیری بکنن، سیاست هایی رو دنبال میکنن که به تورم دامن میزند. مثلا سیاست‌های رفاهی رو دامن می‌زنن که این منجر به افزایش پایه‌پولی و تورم می‌شود. استقبال می‌کنن از تداوم ارز 4200 تومانی که خودش به دلیل در دسترس نبودن منابع کافی برای تداوم سیاست به تورم دامن می‌زنه. این خیلی مهمه که ما به این موضوع برسیم که یه خط قرمزی داریم و اون خط قرمز این هستش که نباید اجازه بدیم تورم در کشور افزایش پیدا بکنه. اگر ما این خط قرمز رو عبور بکنیم به هر نحوی، حتی به بهانه حمایت و کمک به مردم، این میتونه رشد اقتصادی ما رو متاثر بکنه، کیک اقتصادی ما رو کوچکتر بکنه و مردم ما رو به لحاظ درآمد سرانه تضعیف بکنه. بنابراین خود این مسئله خیلی مهمی است که ما باید برای اینم بجنگیم در دولت، در حاکمیت، که آقا در مراکز مختلف تصمیم گیری نباید سیاست‌های اتخاذ بشود که به تورم دامن بزند. خب حالا چه باید بکنیم؟ پس از فهم این موضوع، یک سری سیاست‌ها در حوزه مالی، در حوزه پولی و در سیاست ارزی باید اتخاذ بشود که سرفصل‌های اون رو خود ما در نقشه راه غیر تورمی آوردیم. اتفاقی که افتاد و آنچه که اخیراً توسط معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد این بود که مبتنی بر اون نقشه راه که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، به 11 دستگاه دولتی از جمله وزارت اقتصاد ابلاغیه‌ای رو ایشون ارسال کردن که روی این سرفصل‌های مشخص برنامه عملیاتی داده بشود. یعنی مثلا آقای وزارت اقتصاد با توجه به اینکه یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی در کشور عدم امکان ورود جوانان و فعالین اقتصادی به عرصه اقتصادی است و اونها با موانع بسیاری جدی و موانع جدی بسیاری مواجه هستند، برنامه خودت رو به صورت زمان‌بندی شده بگو چیه بابت این موضوع. آقای بانک مرکزی برنامه خودت رو برای ثبات بازار ارز به صورت زمانبندی شده بیان بکن. آقای وزارت ارز به خدمتتون که مثلا برنامه خودت برای تنظیم بازار رو بگو چیه، برای اینکه مناسبات زنجیره‌های ارزش رو
سامان بدید چیه؟ 11 تا وزارتخونه، حتی وزارتخونه‌ای که به نظر میرسه خیلی در اینجا نقشی ندارن، مثل وزارت بهداشت یا مثل وزارت امور خارجه، اینها همش توی اون پکیج اصلی که ما در اون نقشه راه دیده بودیم برای اینکه تورم رو بتونیم کنترل بکنیم و برای اینکه بتونیم رشد اقتصادی رو در کشور ایجاد بکنیم، این سرفصل برای همه وزارتخونه ها احصا شد و قدم بعدی که انجام شده این استش که این سرفصل ها ابلاغ شده به دستگاه و از اونها خواسته شده که ظرف یک ماه برنامه عملیات خودشون به صورت زمانبندی شده ارائه بدن. دبیر خود وزارت امور اقتصاد شروع کردین این برنامه رو؟ ما از هم قبل از قبل از موضوعی که حتی این نام ابلاغ بشود، ما در خصوص بحث مجوزها برای ورود، تسهیل ورود به کسب و کار، یک کار بسیار جدی رو شروع کردیم. من اگر اجازه بدید در دور بعدی عرض بکنم که چه کاری رو ما اونجا آغاز کردیم. بحث افزایش منابع بودجه‌ای رو در دستور کار ما هست، به صورت جدی داریم موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و موضوع مالیات بر مجموع درآمد رو پیگیری می‌کنیم، مبارزه با فرار مالیاتی، استقرار سامانه مودیان و پایان فروشگاه در دستور کار ما قرار داره و بحث تأمین مالی تولید و تأمین مالی زنجیره تولید، اینها مواردی است که ما الان عرض می‌کنم از ابتدای استقرار داریم به شدت دنبال می‌کنیم. تو ابلاغیه هم همین موارد ذکر شده که عرض می‌کنم حالا وزارت اقتصاد دبیرخانه این کار هم محسوب می‌شود، یعنی یکی از وظایفی که در این ابلاغیه به ما محول شده این هستش که اون بسته اقدامات رو که باید یک سازگاری درونی هم با هم دیگه داشته باشه، این رو ما بتونیم در واقع تدوین بکنیم و باز ببریم در ستاد اقتصادی دولت و ان شاءالله رو دنبال بکنیم. من به نظرم اگر این مسیر ادامه پیدا کنه و محقق بشه، یک گام بسیار بزرگ و اثر بخش اتفاق خواهد افتاد. سرکار خانم شریف مقدم، یکی از مسائل اصلی که ما در دولت‌های مختلف با مواجه بودیم این بوده که اساساً سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها یک سازگاری درونی و همگرایی نداشته. بنابراین اگر ما بتوانیم این بستر رو انشاءالله با یک همافزایی جدی که در ستاد اقتصاد دولت وجود داره پیش ببریم، من فکر می‌کنم که انشاءالله در میان مدت آثار خیلی خوبی رو ازش شاهد باشیم. حالا یه نکته همینجا بگم که البته در میانه بحث هم بهش خواهیم پرداخت، همین هماهنگی بین دستگاه‌ها که اشاره می‌کنید نبوده یا محقق نشده به طور کامل، چون رصد و نظارت و پایش این هماهنگی وجود نداشته. این خیلی مهمه که بشه ابزارهای اون نظارت بین دستگاه‌ها رو هم ایجاد کرد. تا اینجای بس نظرتون چیه؟ ارزیابیتون چیه از این نقشه را؟ بله ببینید، من با ابتدای صحبت جناب آقای دکتر خیلی موافق هستم. این نقشه راه رو هم خیلی مثبت دیدم، یعنی در شیطان در جزئیات، حالا به جزئیات اگر برسیم خب خیلی مسائل هست که باید مطرح بشه، باید موشکافی بشه، شناخته بشه. خدمت خود آقای دکترم عرض کردم مثلا در زمین بازار سرمایه حتما باید اگر شما سیاست ضد تورمی دارید بازار سرمایه رو مد نظر قرار بدید، سیاست فقرزدایی رو باید مد نظر قرار بدید، از جاماندگان در اقتصاد رو باید در واقع بهشون توجه بشه. اینجا الان من این نیست که وارد جزئیاتم بشیم، اگر نکاتی رو به ذهنتون برسه همینجا مطرح کنین که مورد بحث فقط مقدمه رو، چون مقدمه آقای دکتر خیلی مهم بود. شما تصور، یعنی اینجوری برداشت شد که خب ما که میدونیم تورم هست. بله تورم هست، ولی الان تبدیل شده به طولانی ترین دوره تورمی در تاریخ بشر. ایران طولانی ترین دوره تورم در تاریخ بشر الان داره، 51 سال هست سال بعد که ما وارد فاز تورمی شدیم، در حالی که کمترین نرخ تورم رو در دهه 40 شمسی و بالاترین نرخ رشد اقتصادی رو در طی یک دهه در دنیا داشتیم. یعنی شما ببینید چه تحول عظیم فکری به وجود اومده از دهه 1150 تا امروز که من به خدمت شما نشستم. تا امروز سیاست اقتصادی همون سیاست هست. یعنی من چرا این برنامه رو خیلی خوشحال شدم وقتی این برنامه رو دیدم، عرض میکنم نکاتی هست باید مد نظر قرار بگیره، ولی یک مقداری ساختار این برنامه با ساختار برنامه های گذشته 50 سال گذشته متفاوته. حالا چطور متفاوته؟ یکیش همین مسئله، تصور سیاست گذار ما این بوده که تورم لاجرم باید شما تورم داشته باشید. حتی سیاست گذاری که مخالف تورم بوده اینجوری مطرح میکرده که اگر تورم بخواد کاهش پیدا کنه شما باید رشد اقتصادی رو فدا کنید. البته در ادبیات علم اقتصاد ما اینو داریم تحت عنوان نسبت فداکاری یا sacrifice ratio شناخته میشه. اون دوره‌ای که شما داری سیاست ضد تورمی رو اجرا میکنی تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه، ولی در همین ادبیات اقتصادم اومده که اگر مردم اقناع بشوند، اقناع هم از طریق اقناع کارشناسان هست، دقت می‌فرمایید، یعنی انتظارات تورمی مردم و کلاً انتظارات
مردم از مسیر کارشناسان، هر فردی در ذهن خودش یک تعدادی مثلا اقتصاددان رو میشناسه، وقتی میخواد ببینه که وضعیت تورم یا نرخ ارز چطور میشه، مستقیم یا غیر مستقیم سعی میکنه که نظر اون فرد رو پیدا کنه، بیابد. این هم باز در ادبیات اقتصاد هست. در همین ادبیات اقتصاد اومده اگر شما بتونید برنامه‌ای رو ارائه بدید که این برنامه مورد قبول عامه قرار بگیره، بدون کوچکترین هزینه شما میتونید تورم رو کاهش بدید. حالا یک نکته مثبتی من اینجا دیدم، حالا انتقادم میکنیم ولی نکات مثبت رو من خدمت شما عرض کنم. نکته مثبت این هست که به رشد تاکید شده در این برنامه. دقیق میفهمید؟ یعنی اصلا عنوانی که آوردن رو من خیلی پسندیدم، رشد غیر تورمی. یعنی اصلا رشد رو گذاشته اول. این خیلی مهمه. چرا مهمه؟ از 1390 تا امروز نرخ رشد تشکیل سرمایه ما منفیه. فقط یک سال فکر کنم سال 93 مثلا یه ذره مثبت شده، باز به روند منفی خودش ادامه داده. خانم شریفی مقدم ببینید از سال 98 به بعد خالصش منفی شده، یعنی مقدار سرمایه گذاری که در این کشور و این بی سابقه است در تاریخ ما. مقدار سرمایه گذاری، من الان آمار زمان جنگو ندارم ولی حتی باورم اینه که در زمان جنگ هم اینجور چیزی نبوده. دقیق میفهمید؟ ببینید ما مقدار سرمایه گذاری که در کشور داریم انجام میدیم از استهلاک کمتره، یعنی ما داریم همه چیز رو از دست میدیم. دقیق میفرمایید؟ خب یکی از دلایل تورم اتفاقا همین مسئله است. یعنی شما دیگه رشد ندارید در اقتصاد، تولید به خوبی انجام نمیشه. خب یکی از نکات مثبتی که در این برنامه من دیدم که آقای دکترم میخواستن بهش اشاره کنن و امیدوارم بیشتر باز کنن، ما یک مبحثی در علم اقتصاد داریم به نام سپلای ساید اکونومی یا اقتصاد طرف عرضه که آقای رابرت ماندل مطرح کرده. خب شما اگر میخواید اقتصاد و شرایط اقتصاد ما دقیقاً باید همین مسئله اجرا بشه که تا حالا مغفول مونده بود. شما باید موانع تولید رو بردارید. سال مانع زدایی است من فعلا که یک موردم ندیدم، ولی اون برنامه که من دیدم اینجا گذاشتن که در زمینه مجوزها اگر اجرا بشه، که اگر اجرا بشه، اگر دستگاه همکاری کنن که امیدوارم این اتفاق بیفته، اگر اجرا بشه شما میبینید که رشد اقتصادی میتونه افزایش پیدا کنه. هر مقدار شما افزایش رشد اقتصادی داشته باشید معادل این هست که تورم کاهش پیدا میکنه. بنابراین یک خط قرمزی که من برای خودم دارم این هست که شما نرید به سمت یک نوع سیاست های ضد تورمی که از اون طرف رکود رو تشدید کنه. ما سال 92 تا سال 96 این تجربه رو داشتیم، نتیجهش هم از سال 97 تا امروز داریم میبینیم. دقیق فرمایید، اینها سیاست های تعویق تورمی و سیاست های انباشت تورمی است. در گذشته ما فنر ارزی فقط داشتیم، از سال 92 تا سال 97 هم فنر ارزی داشتیم هم فنر تورمی داشتیم که هر دو ناگهان آزاد شدن. بسیار خوب. جناب آقای سلاح‌ورزی هم با ما خواهند بود به صورت اینترنتی در این گفتگو مشارکت میکنن، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. سلام، شب شما بخیر. سلام، شب شما بخیر. عرض سلام خدمت سرکار، میهمانان گرانقدر و همه بینندگان عزیزم. خیلی ممنونم آقای سلاح‌ورزی. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی برنامه دولت رو چطور ارزیابی میکنه؟ آیا در تدوین برنامه نظر بخش خصوصی هم لحاظ شده، به ویژه اینکه دوستان به تولید خیلی سریع ورود کردن؟ هم تامین مالی مهمه، هم مجوزها مهمه، موانع کسب و کار باید برداشته بشه. از این زاویه بفرمایید تشریح کنید. ببینید همینجوری که فرمودید، البته آقای دکتر سپانیان و دوستان در وزارت اقتصاد بعد از به اصطلاح تدوین این چارچوب جلسات متعددی با صاحب نظران و از جمله نمایندگان بخش خصوصی هم یکم قسمت میکروفونی که به هدفونتون متصل است و به دهانتون نزدیک کنیم. بله، عرضم اینه که عمده به روزهای اخیر در واقع زحمت کشیدن و جلسات متعددی رو با فعالین اقتصادی، با صاحب نظران و خبرگان این موضوع گذاشتن. در رابطه با چارچوب این نقشه راه، همینطوری که در بیمان گرانقدر دکتر سعدندی هم گفتن، من هم تصورم این است که در شرایطی کشور سالهاست درگیر نرخ رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر و تورم بسیار بالایی است، اینکه سیاستگزار در واقع به دنبال تدوین یک برنامه مدون و منسجم برای داشتن یک رشد و کنترل تورم هست، به نظرم یک اقدام پسندیده و
در واقع قابل احترام هست، هم میتونه در واقع یک سیگنال بسیار خوبی به فعالین اقتصادی و کارآفرینان باشه، هم عموم جامعه رو از نگرانی ها و به اصطلاح التهابی که وجود داره یک قدری دور بکنه. و کلیات قضیه بسیار میتونه به اصطلاح با ارزش باشه، هرچند من هم معتقدم که در جزئیات و در برخی از مواد و موضوعاتی که در نظر گرفته شده یک ابهامات یا یک اشکالاتی وجود داره که به اونها هم میشه اشاره کرد. به طور مثال در رابطه با بحثی که حالا ایشون اشاره فرمودن، موقعی که این برنامه یک نگاه میندازیم اینه که به نظر میرسه که این بحث رشد اقتصادی و تورم رو دوستان در سطح کلان به اصطلاح اقتصادی کلان تقلیل دادن و اشاره به عوامل و زمینه‌های نهادی و ساختاری رکود تورمی در اقتصاد ایران خیلی نشده، از جمله بحث کیفیت حکمرانی، میزان فسادی که وجود داره و بحث‌های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین حقوق مالکیت و اینها. درسته که ما موقعی که نگاه می‌کنیم در رفع موانع کسب و کار به نظر می‌رسه که موضوع به جای بهبود محیط عمومی کسب و کار فقط به بحث در واقع کاهش مجوزها یا تسریع در صدور مجوزها تقلیل داده شده، بله. یا موضوعات دیگری در رابطه با حقوق مالکیت صرفاً به بی‌اثر کردن اسناد مالکیت عادی یا همون اسناد مالکیت عرفی رو تقلیل دادن، یا بحث شفافیت بوده فقط به عنوان شفافیت مجوزهای کسب و کار در اون سامانه بهش اشاره شده، یا اینکه باز اگر بخوایم اشاره بکنیم موضوعات دیگری وجود داره، از جمله اینکه این نقشه را به نوعی فاقد برنامه زمانبندی و فاقد عدد و رقم است. ما موقعی داریم در مورد کنترل تورم صحبت میکنیم، هدف گذاری مشخص نیست که قرار هست به اصطلاح کنترل تورم در چه محدوده ای باشه. و نکته آخرم که باز من عرض بکنم اینه که به نظر میرسه که بحث تحریم ها، یعنی سناریوهایی که آیا این برنامه در شرایط تداوم تحریم ها دیده شده یا برطرف شدن تحریم ها. اتفاقا یه سوال همین آقای سلاورزی، پس با ما باشید از آقای صبحانیان، چون همین الان مطرح کردین این سوالو بپرسم که خب بله انتقاد هست که میگن که با در نظر نگرفتن تحریم ها این برنامه رو نوشتن، بنابراین خب شاید محقق نشه. نظرتون چیه؟ خدمت آقای دکتر سلاورزی هم سلام عرض میکنم و تشکر از فرمایشاتشون. نکاتی که اشاره کردم من یه عرضی داشته باشم. ببینید در خصوص تحریم ها از قضا به نقدی که حالا وارد میشد به این بودش که خیلی این برنامه به تحریم نپرداخته، اتفاقا به این خاطر بوده که ما با فرض تداوم تحریمی برنامه نوشتیم، یعنی فرض ما این بوده که اون کارهایی که سرفصلهاش در این نقشه راه آورده شده هیچ کدومش ارتباط مستقیمی به بحث تحریم ها نداره. به همین خاطر هست که از قضا این برنامه شالودش و چارچوبش با فرض تداوم تحریم بوده و به همین خاطر اساس و بنیانش و راهکارهایی که درش دیده شده به این ترتیب ساماندهی شده. در خصوص بحث برنامه زمان بندی و هدف گذاری، خب باز همونجور که عرض کردم اساسا در گام بعدی قرار هست این اتفاق بیفته، یعنی این نقشه راه اون مسیری است که ما اون هدف گذاری خودمون رو مشخص کردیم که ما می‌خوایم بریم به سمت یک رشد اقتصادی که با در واقع کاهش جدی تورم همراه هست. این که عدد و رقم این تورم چقدره و ما چه ایستگاه‌هایی رو می‌خوایم برای رسیدن به اون هدف خودمون در واقع طی بکنیم، این دقیقا همون چیزی است که در این نامه‌ای که توسط معاون محترم اقتصاد رئیس جمهور ابلاغ شده است، در اونجا این انتظار رو ما داریم و پیگیری می‌کنیم خودمون به عنوان دبیرخانه که انشالله اون اقدامات به صورت زمان بندی شده و با اعداد و ارقام و کمی بتونیم در واقع این رو گزارش بکنیم خدمت مردم. یه نکته دیگه هم این که سرکار خانم شریف مقدم، اینطور نبوده که در این نقشه را ما هر آنچه که میتواند به کاهش تورم و رشد اقتصادی کمک بکنه رو ما احصا کرده باشیم، حتما اینطور نیست. اساسا باب این موضوع که هیچ وقت بسته نیست، یعنی شما هر چند مورد رو هم که احصا بکنید باز یه مورد دیگری هستش که اونجا میتونید انجام بدید. یه سری سرفصل
امهات اقداماتی که میتواند اتفاق بیفته اونجا لیست شده. بنابراین میخوام عرض بکنم که حتما اصلاح نظام اداری در کشور، حتما موضوع تضمین حقوق مالکیت که به نظرم اتفاقا در این برنامه مقداری بهش توجه جدیتر شده نسبت به اون چیزی که قبلتر معمولا در حوزه اقتصادی خیلی توجهی به موضوع نمی کنن. ما این رو به صورت جدی داریم پیگیری میکنیم. اعتبار زدایی از اسناد عادی چیزی نبوده که هیچ وقت وزارت اقتصاد پیگیری بکنه، ولی الان ما این رو با کمیسیون محترم مجلس داریم پیگیری میکنیم. ولی میخوام عرض بکنم که باب این موضوع که اساسا بسته نیست، یعنی حتما پیشنهادات دیگری که خب فرمودن، ما جلسات متعددی رو همین الان هم داریم میذاریم با اساتید دانشگاه، با اندیشکده های مختلف، با فعالین اقتصادی که بتونیم این برنامه رو تکمیل بکنیم. موضوع بعدی که من خواستم اجازه بگیرم یه مقدار بیشتر در توش صحبت کنم، چون چیزی است که ما به عنوان وزارت اقتصاد و در واقع وزارتخونه‌ای که هیئت مقررات زدایی هم در اونجا قرار داره ما داریم دنبال میکنیم. ببینید سرکار خانم شریف مقدم، ما معتقد هستیم که مجوزهای کسب و کار حق شهروندیه. خب اصلا لطف حاکمیت به مردم نیستش که بهشون مجوز بده، حق اونهاست در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه باید این مجوزها صادر بشه و ما اساسا به دنبال راه اندازی نهضت اعلانی کردن مجوزها هستیم. چه لزومی داره که هر کسی تو این کشور میخواد هر کاری انجام بده بره پشت در اتاقها و ادارجات ما بشینه روزها و ساعتها و هفتهها معطل باقی بمونه تا اینکه یه مجوز بهش بدن؟ شاید باورتون نشه، من سفری که اخیراً به جنوب کشور داشتم، بله بله ما عرض میکنم این کار تعهد ماست، همینجا اعلام میکنم ما به شدت داریم این کار رو دنبال میکنیم و اساساً یکی از گره های اصلی تولید در کشور همین موضوعی هستش که ما به نظر من میرسه که هیچ ارتباطی هم با تحریم و دشمن خارجی رو نداره، همش در داخل و خودمون باید گره رو باز بکنیم. من در سفری که اخیراً به جنوب کشور داشتم و از سواحل مکران بازدید میکردیم، یه کارآفرین اقتصادی که کشت و صنعت بزرگ کشاورزی رو داشت در واقع سامان میداد و پیگیری میکرد، گفت برای راه اندازی و کشت میگو بیش از 50 مجوز رفته گرفته برای فقط یه میگو. آخه این با این شرایط، با این اوضاع تورمی، با این رونق بازار غیر مولد، آیا واقعا عقل سلیم حکم میکنه که تولید در این کشور سامان پیدا بکنه؟ و من اینجا خواهش همین است، ببینید ما الان چیزی نزدیک به 3000 تا مجوز شناسایی کردیم که داریم میریم به سمت این که انشالله به قول و قوه الهی 80% اینها رو تا پایان سال بتونیم ساده سازی بکنیم و بازنگری بکنیم. بسیاری از این مجوزها واقعا ضرورتی نداره. اینکه برای هر مجوزی سوء در پیشینه بیاره فرد، عدم مثلا سوء پیشینه واقعا در بسیاری از موارد ضرورتی نداره. ما داریم میریم به سمت این که بسیاری از مجوزها رو اعلانی بکنیم، فرد فقط بیاد شرایطش رو ببینه، مدارک لازم رو بارگذاری بکنه، بره به صورت آنی کارش رو شروع بکنه. و این به نظرم انشاءالله اگر اتفاق بیفته، من خواهشم این است رسانه‌ای رو پیگیری بکنن، مطالبه بکنن و خواهشم این استش که دستگاه‌های دولتی همراهی بکنن با این موضوع. این موضوع در واقع چیزی است که متاسفانه در گذشته همراهی نشده. بالاخره من دستگاه اداری علاقه‌مندم که مجوز صادر بکنم به هر دلیلی. این دوباره برمیگرده به همون جمله که من در پایان صحبت اول شما گفتم، یعنی واقعا این که ما هر دفعه هر سال از دستگاه ها دولت بخواد که حالا تو رو خدا همکاری کنین، هماهنگ باشین، خواهش کنه، تمنا کنه، با اینا حل نمیشه. اون ابزار نظارتی که ما اول گفتیم یه بخشیش، یه قوه، یا حالا نمیدونم بگم مثلا اجبار باید باشه، الزام باید باشه، هر چی که هست باید یه نظارت مستمری وجود داشته باشه. دستگاه ها تکلیفی رو که بهشون داده شده حتما انجام بدن. یه بخشش به عزم و اراده مجری برمیگرده. بله. که این عزم و اراده الان عرض میکنم شاید اولویت اصلی وزارت اقتصاد تو حوزه بحث تولید یکیش اینه، مهمترینش اینه. موضوع بعد این هستش که خود شخص آقای رئیس جمهورم بر این موضوع بسیار تاکید داشتن و بارها تاکید کردن که همه دستگاه دولتی مکلفن در این موضوع پیشگام باشن. و حقیقتش عرض میکنم واقعا شرط کشور شرطی نیستش که ما به خاطر مساله دستگاهی و صنفی خودمون بیایم باب ورود افراد و جوانان رو به کسب و کار ببندیم، چه ظرفیت گذاری باشه، چه سقف گذاری باشه، چه این باشه که مردم رو پشت درهای مجوزدهی معطل بکنیم. این در واقع یک موضوعی است، یک قانونی هم، یه قانونی هم من عرض بکنم، یه قانونی هم به حمدالله تصویر شده در مجلس، این که اگر هم کسب و کاری نیازمند دریافت مجوز هست، این مجوز یک زمانی میخواد،
دستگاه مکلفه تا یک زمان مشخصی، حالا هر چقدر هم که طبق قانون این مجوز بهش داده میشه که زمان داشته باشه، اگر در اون زمان مشخص مجوز رو صادر نکرد، به صورت اتوماتیکی مجوز صادر میشه که اون فعال اقتصادی بره کارش آغاز بکنه. یه جمله دیگه بگیم و بریم سراغ دوستان دیگه. میخوام یه قول بگیرم، یه محدود زمانی تعیین کنین برای همه این کارهایی که گفتیم، برای مجوز و قراره که تسریع و تسهیل بشه. اگه دستگاهی همکاری نکرد میایین اسمشو اعلام کنین؟ اصلا شک نکنین این کارو خواهیم کرد. از کی امیدوار باشیم؟ من این کارو خواهیم کرد. اسم میارین؟ بفرمایید. اجازه بفرمایید. ببینید 200 گفته جناب دکتر صبحانی 200 یه چیزی بگم ببخشید بین صحبتتون یه کمی بحثا رو سریعتر خلاصه‌تر ببریم جلو. من اصلا خلاصه 200 گفته چون نیم کردار نیست. سازمان بورس اوراق بهادار، بله بله، شورای عالی بورس زیر نظر مستقیم وزارت امور اقتصاد داره. سال گذشته با تلاشی که خود بنده کردم، با توییتی که بنده زدم، دقت می‌فهمید، وزیر اقتصاد که خودش رئیس شورای مقررات زدائیه، امر کردند به رئیس شورای عالی بورس که خود ایشون بودند که مجوز کارگزاری ها رو تسهیل کنند. مجوز کارگزاری رو تسهیل کردن، میگن 100 میلیارد تومان اول بیار بذار وسط. کجای دنیا ما چنین چیزی داریم؟ بنده به عنوان متخصص بانکداری و متخصص سرمایه گذاری که در دنیا حضور داشتم، در نهادهای بین‌المللی بنده حضور داشتم، کجای دنیا ما چنین چیزی داریم؟ 100 میلیارد فقط اگر پدر تو پولدار هست تو میتونی مجوز بگیری. یک مجوز دادیم بعد از 12 سال. البته من فکر می‌کنم بیشتر از 12 سال است، ولی وقتی اعلام کردن گفتم بعد از 12 سال. یک مجوز دادیم تموم شد. و بنده که دارم مثل شما تلاش کردم در طی این سال‌ها برای مجوز، برای اینکه این زنجیری که به پا به دست و پای این جوانان این کشور زده شده باز کنیم، خب مورد هجمه قرار می‌گیرم. نکته دیگه خدمت شما عرض کنم، مجوز سبدگردانی زیر نظر وزارت امور اقتصاد دارایی هست یا نیست؟ جناب آقای دکتر سوپانیان چند هفته پیش حداقل سرمایه رو از 4 میلیارد به 10 میلیارد افزایش دادن. به چه دلیل؟ با کدام منطق؟ در کدام تکستبوک اقتصاد ما چنین چیزی پیدا می‌کنیم؟ وقتی وزارت اقتصاد شخص آقای دکتر خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد حاضر نیست به گفته‌های خودش، تلاش‌هایی که خود ایشون قبل از اینکه به مقام وزارت برسن تلاشی خودشون انجام میدادن، صحبتایی که خودشون میکردن، نه ان شاء الله این مسیر داره تاثیر نه اینجوری نیست آقای دکتر سوپانیان، همون فردی که اومد 4 میلیارد و کرد 10 میلیارد بلافاصله ارتقا مقام پیدا کرد. اینها رو ما ببینیم، ببینید دوچار تناقض میشیم. وقتی مردم تناقض رو ببینن دیگه قبول نمیکنند از ما. من از شما خواهش میکنم، من نکته شما درسته، من همینجا خواهش میکنم، قبلا با آقای دکتر اشکی هم صحبت کردیم، باب ایشون هم در واقع این هست، یعنی نظر ایشون هم این هستش که انشالله بتوانی تسهیل بکنی برخی از تعارض منافعی که ما الان در سازوکار در واقع بورس داریم، اینها حتما رسیدگی بشه، برطرف بشه. بحث تسهیل صدور برخی از مجوزهایی که در حوزه بازار سرمایه است، نظرشون هم کاملا مثبت است. منم اینجا خواهشام این هستش که انشالله این موارد رو توضیح بدن و پس اینا مطرح بفرمایید. بله بله حتما. فعالان بورس بیش از 2000 فعال بورسی رو ما بردیم دادگاه. دقیقا فرمود به درستی، چرا؟ برای قانونی بود. اینو به عنوان مثال مطرح کردیم دیگه. من یه مثال من مطرح کنم، این به درد میخوره، خیلی مخاطبانم توجه دارن به این قضیه. بیش از 2000 ما طبق قانون اینطوری هست که اگر فردی مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار نداشته باشه اصلا نمیتواند مشاوره سرمایه گذاری بدهد، تمام شد. خب این 85 میلیون کشور ما جمعیت داریم، خدمت شما عرض کردم، شما تایید کردید دیگه، نسبت تشکیل سرمایه داره منفی میشه. بله بله. چرا؟ برای اینکه همین یکی از مسائل این است که مشاوره سرمایه گذاری نداریم. بسیار. یک سال مجوز سرمایه گذاری نوع دو رو مطرح کردیم، حالا که قانونش در اومده باز دقیقا همون شرایط مجوز سرمایه گذاری نوع یک رو داره. خب ما چرا ظاهری نباشه جناب آقای دکتر صبحانی؟ بله حتما میشه. انشالله شما رسیدگی بفرمایید تا آخر هفته جناب آقای دکتر خاندوزی یک تغییری در این وضعیت بورس به وجود بیاورن، چون اعتماد زدایی داره صورت میگیره. خیلی ممنونم آقای سلام. حالا توی چند روز گذشته که به حمد الله یک تغییراتی که اتفاق افتاد و ما آثار مثبتش رو هم در بازار بورس شاهد بودیم، ولی ان شاءالله بله ان شاءالله لازم هستش که این اصلاحات نهادی در خود بازار سرمایه کشور هم شکل بگیره. یه مورد دیگه است در مورد همین نقشه راه غیر تورمی دولت. خب برخی انتقاد میکنن که این برنامه یه سری تناقضا داره. مثلا چی؟ مثلا برنامه کنترل تورم میگن با روش جایگزین اختصاص ارز 4200 در تناقض، چون شیوهی که دولت برای حذف ارز 4200 پیشنهاد کرده خودش تورم زاست. ببخشید این ساعت من خورد، الان دوستان صدا بردار ممکنه که انتقاد کنن، عذرخواهی میکنم. اینو قبول دارین؟ ببین نه من قبول ندارم اینو. علتش هم این هستش که ببینید بحث
تغییر ساز و کار حمایت از مصرف کننده که حالا بعضا تحت عنوان حذف ارز ترجیحی ازش هم یاد میشه، این سیاست شاید در ظاهر این باشه که مثلا کالاها داره با قیمت پایینتری دست مصرف کننده میرسه که واقعیت این هستش که این اتفاق میفته، ولی یک آثاری داره که خیلی ملموس نیست برای مردم و اونم همین تورم های سنگینی که الان ما داریم به صورت تاریخی و ازن بی سابقه است. این از کجا شکل گرفته؟ یک ریشه هایی داره دیگه، یکیش همینه. یعنی ما فکر میکنیم با تخصیص ارز ترجیحی قیمت کالایی رو پایین نگه میداریم و ثابت نگه میداریم، در حالی که این ماه به ما داره افزایش پیدا میکنه. آخه نتونستیم یعنی پایین هم قیمتشو نگه داریم. همین رو عرض میکنم دیگه، میگم یه سیاستی رو میخواستیم در پیش بگیریم که قیمت کالایی رو پایین نگه داریم، این اتفاق نیفتاده. یعنی منافع به جیب مردم نرفت، منافع به جیب یه سری آدمای خاص رفت. اتفاقا بر اساس آمار رسمی سبد مصرفی تورم همه کالا و خدمات یه عددی بود، تورم این کالا بیشتر شده بود. خب یعنی میخوام عرض بکنم که این که شما میفرمایید این روش آیا در تعارض یا تناقض است با کنترل تورم، اتفاقا میخوام بگم خیر، ما در راستای کنترل تورم یکی از کارهایی که میکنیم اینه. حالا یه سوال، آیا این باعث افزایش قیمت نمیشود؟ چرا میشود؟ آیا خب حالا چه باید کرد؟ باید حمایت کرد از مردم به اندازه‌ای که اونها سبد مصرفیشون گران‌تر میشود، باید حمایت بکنیم. ولی این حمایت ما که اگر از منابع پوشالی و تورمزا نباشد، از محل کسری بودجه نباشد، اتفاقا میتونه تورم رو کنترل بکنه. بنابراین میخوام عرض کنم که اساسا این تناقضی در این سیاست نیست، اتفاقا در راستای کنترل تورمه، در راستای حمایت از تولیده و این یک سازگاری درونی است که من از نظر حتما در برنامه وجود داشته. من میتونم فقط یک جمله اضافه بدم. کاملا درست میفرمایید. ببینید اون مسئله خدمتتون عرض کردم 50 سال ادامه پیدا کرد. 50 سال ما سیاست تثبیت قیمتی داشتیم. اصلا یکی از نکات مثبت این برنامه همینه. دقیق میفرمایید 50 سال سیاست تثبیت قیمتی داشتیم. سیاست تثبیت قیمتی الان منجر به این شده که ما رکوردهای تورم 50 سال گذشته رو شکستیم. دقیق میفرمایید باید ببینیم، باید مردم عزیز ما این سوال در ذهنشون به وجود بیاد که چرا این نوع سیاستایی که به نظر معقول میرسه در جهت کنترل تورم این عمل نمیکنه. من خدمت شما عرض میکنم نه فقط عمل نمیکند، بلکه این نوع سیاست‌ها، سیاست‌های تعزیراتی، سیاست‌های کنترل قیمتی اتفاقاً تورم‌زا هست. حالا اگر فرصت شد من بعداً خدمتتون توضیح میدم که چرا تورم‌زا هست این سیاست‌ها. این نه فقط تورم رو کنترل نمی‌کنه، اتفاقاً تورم رو هم به وجود خواهد آورد. بسیار خوب. فکر می‌کنم که ارتباط اینترنتی ما با آقای سلاح‌ورزی هم قطع شده. حالا دوستان در تلاشن که دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن، از نظرات ایشون هم استفاده بکنیم. حتی اون روش حمایتی هم که گذاشته بشه برای اینکه بش از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد، خود اون هم تورمزا نخواهد بود. ببینید واقعیت این هستش که بالاخره قدرت خرید مردم ما به خاطر تورم‌های بسیار بالا تضعیف شده. سفره مردم ما به جهت سیاست‌های غلطی که در گذشته اتفاق افتاده، کسری بودجه فزاینده و ناترازی نظام بانکی، بسیار سفره‌شون کوچکتر شده و ما حتماً می‌بایستی که معیشت مردم رو توجه بکنیم. این مورد تاکید هم مقام معظم رهبری بوده، هم ریاست محترم جمهور بوده و ما مکلفیم که این کار رو بکنیم. اگر میخواد اصلاح اتفاق بیفته حتما میبایستی که به معیشت مردم هم توجه بشه. این سیاست دقیقا در راستای همین موضوع است. یعنی ما بایستی که در واقع در کنار انجام یک سری اصلاحاتی که از جنس جرایح های بزرگ تو اقتصاد ما و از قضا معارضین جدی هم داره، حالا برخی از معارضین بس کارشناسی میکنن، اختلاف نظر کارشناسیه، برخی منافع جدی دارن از بابت تداوم این سیاست، ولی در حال ما معتقد هستیم که حتما میبایستی که این در واقع حمایت صورت بگیره و بالاخره مردم میبایستی که معیشت خودشون رو تامین بکنن و به نظر ما میرسه که خیر، این در واقع سیاست جبرانی تورم‌زا نخواهد. آقای سلاح‌ورزی باز هم با ما هستید؟ بله. خیلی ممنونم، خواهش میکنم. ارتباطتون قطع شده بود، من اینجا منتظر بودم که تا شما دوباره به جمع ما اضافه بشین. آقای سلاح‌ورزی، فعالان بخش خصوصی معتقدن که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اعتماد سازی خب برای اجرای این نقشه را خیلی مهمه و این نااطمینانی و این اعتمادی که برخی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی دوچارش شدن، خب به هر حال یه جورایی باید دوباره برگرده و این اعتماد کسب بشه و جذب بشه. نظر شما چیه در این باره؟ ببینید، من نکته که میخوام عرض بکنم، اجازه بدید اول من هم یک اشارهی بکنم به بحث همین سیاست های ارز ترجیحی و نکاتی که دوستان گفتن.
ما هم در بخش خصوصی واقعا این اعتقاد رو داریم. مصرف کردن منابع ارزی کشور در قالب به اصطلاح ارز ترجیحی و کالاهای سوبسیدی به جز اطلاق منابع هیچ تأثیری نداشته. تجربه و بررسی ها هم نشون میده که هیچ تأثیری روی به اصطلاح اون قیمتی که مصرف کننده میرسه نداشته و به جز فساد و اطلاق منابع ارزی واقعا تأثیر مستقیم و معناداری در روز قیمت ها نداشته و این اقدام بسیار خوب و به اصطلاح قابل احترام و نیاز به پشتیبانی داره که دولت محترم داره انجام میده. نکته دیگری هم که شما فرمودید در رابطه با دلیل غیر قابل پیشبینی بودن آینده اقتصادی، مهمترین به اصطلاح نگرانی و مهمترین نااطمینانی برای فعالان اقتصادی همین بوده. هر مجموعه سیاست‌هایی که منجر به قابل پیشبینی تر شدن اقتصاد کشور بشه، از جمله همین برنامه‌هایی که دوستان در آن تدوینش هستن، باعث افزایش اعتماد و در واقع اطمینان در فعالین اقتصادی و کارآفرینان میشه. البته باید ما این رو هم بدونیم، موضوعاتی مثل در واقع ضمانت اجرای قانون و احترام گذاشتن به حقوق مالکیت خصوصی، اینها هم موضوعاتیه که باز میتونه در افزایش اطمینان و اعتماد بخش خصوصی موثر باشه و البته بهبود فضای کسب و کار، که اینا هم همجوری که فرمودن کلیاتش در این برنامه اومده و امیدواریم انجام شه. ولی یک نگرانی هم که من کوتاه عرض بکنم خدمتون وجود داره، اینه است که درست است که این سیاست ها در ستاد اقتصادی دولت به صدا تدوین شده و تصویب شده، ولی تا چه حد دستگاه های دیگری مثل سازمان برنامه، مثل بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت کشاورزی هم همراه خواهند بود، این یه نکته ایه که هر کدوم از اونا هم ابلاغیه دریافت کردن. هر کدوم از معاون رئیس جمهور ابلاغیه دریافت کردن که در یک ماه برنامه عملیاتی خودشون رو ارائه بکنن. بله، خب این نکته خیلی مهمه است. آقای سلاوزی تشکر میکنم از صحبتاتون، با شما خداحافظی میکنم. ما خیلی وقتمون کم مونده، تقریبا فکر میکنم 4 دقیقه شاید بیشتر نمونده. یه نکته مهم من بپرسم باز مصداقی برای اینکه این برنامه رو مورد بررسی قرار بدیم، منابع مالی نهضت جهش مسکن، نهضت ملی جهش مسکن میگن که تورم جاه، چطور اینو کنترل میکنه؟ اینم دوباره یه تناقض پیدا میکنه. باز این در واقع همون یکی از ضروریات و الزامات تدوین چنین نقشه رای یکیش همینه که آیا در دستگاه های دیگه دولتی و در وزارتخانه های دیگه سیاست هایی که داره اتخاذ می شود در تعارض با اهداف اقتصاد کلان هست یا خیر. یکی از مهمترین سیاست هایی که دولت داره اتخاذ می کنه و جزء سیاست های قطعی دولت هست و حتما می بایستی مورد حمایت قرار بگیره و جزء هدف گذاری خود شخصهای رئیس جمهور هم بوده، همین در واقع تولید سالانه 1 میلیون واحد مسکونی هست که ما هم معتقد هستیم که باید به شدت پیگیری بشه، اما معتقدیم که میبایستی که منابع مالی مورد نیاز برای تأمین این موضوع میبایستی از منابع غیر تورمی باشد و روش های مختلفی وجود دارد که ما میتوانیم این تأمین مالی رو انجام بدیم. نباید صرفا تکیه بکنیم بر منابع بانکی، حتما روش های دیگری که خب روشی که الان وزارت راه و شهرسازی گذاشته میگن تورمیه، روشی که وزارت اقتصاد پیشنهاد میده چطوریه که متفاوت با روش باشه؟ دوستان ما در وزارت مسکن هم روش های دیگری رو دارن پیگیری میکنن، از جنس تهاتر نفت با کشورهای دیگه که بتونن در واقع به نوعی ساخت مسکن رو با تهاتر نفت انجام بدن توسط سایر کشورها، یا استفاده از سرمایه های خود مردم از طریق صندوق‌های زمین و مسکن و ساختمان. اینها مواردی هستش که به راحتی ما میتونیم در واقع تأمین مالی بکنیم پروژه‌های مسکنمون رو و لزومی نداره که کل منابع مالی رو بیایم و از منابع بانکی استفاده بکنیم که دامن بزنه به تورم‌های بالا در کشور. بسیار. یک دقیقه پایانی با شما. من فقط یک نکته خدمت رو عرض کنم. یک نکته که یک مقدار مخفول مونده بود. ببینید، مهمترین دلیل تورم مزمن در ایران این بوده که نفت، ارز حاصل از فروش نفت رو ما می‌آوردیم به بانک مرکزی عرضه میکنیم. بانک مرکزی فقط با تایپ عدد پای پولی ایجاد میکنه، این پای پولی که افزایش پیدا کنه نقدینگی افزایش پیدا میکنه، این موجب تورم میشه. 50 سال این قضیه ادامه داشته.
یکی دو سال گذشته چون تحریم شدیم، از اینجا تحریم ضد تورمی عمل کرده. دقیق میفهمید؟ به دلایل دیگه مال تورم بیشتر شد. دقیق میفهمید؟ راهش چی هست؟ راهش این است که تفکیک بودجه ارزی از ریالی صورت بگیره. اگر جناب آقای دکتر سبحانیان که من میدونم برنامه‌شون این هست که حتی این هم بیارن داخل، حتی اون قسمت بازار سرمایه فرزدایی بله. میدونم برنامه‌شون این هست که اینا هم بیارن. خیلی مهمه که بله. از بحث‌های ما رشد فراگیره، یعنی این نباشه که یعنی این رشد باید برسه سر سفره همه مردم. احسن. یعنی فقر رو در ببینید، فقط من یک نکته رو ببینید، این که سیاست‌های حمایتی به خصوص UBI یونیورسال بیسیک اینکام همون هدفمندی یارانه‌ای که ما انجام دادیم، این که این تورمزاست، اینها تخیلات افسانه است. ببینید در خود در همین جریان کرونا در کشور امریکا و کانادا همین سیاست از ما در واقع اقتباس شده و اجرا شده و مطلقا تورمی به خاطر UBI به وجود نیومده، به خاطر افزایش پایه پولی تورم یک مقدار داشتن، ولی به خاطر سیاست‌های حمایتی حتی اگرم تورمی باشه خیلی محدوده. منتها چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما از اقشار ثروتمند میگیرید به اقشار فقیر میدید، اقشار فقیر بیشتر مصرف میکنن، اقشار ثروتمند بیشتر پسنداز میکنن. اتفاقا این مثبته. چرا مثبته؟ هم باعث رشد تولید میشه، هم این که اگر قیمت کالایی که اقشار فقیر استفاده میکنن به این صورت اگر افزایش پیدا میکنه، نشان دهنده افزایش رفاه در جامعه است. بسیار خوب. این البته موضوعی که خیلی جای کار داره، بحث‌های مختلفی باید در مورد شکل بگیره، نمایندگان دستگاه‌های مختلف هم اینجا مهمان ما باشن که حتما در شب‌های پیش رو هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. آقای سبحانیان تشکر می‌کنم، آقای سعدوندی تشکر می‌کنم. خداحافظ همه هموطنان عزیز.